درود بر بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در رابطه با تیم هندبال دختران ایران که در مسابقات جام جهانی هندبال بانوان بسیار غم‌انگیز، تلخ، شیرین و غرورآفرین بودند، شاید این کلمات در کنار هم همخوانی نداشته باشد. چگونه تلخ است که غرورآفرینه، چگونه غم‌انگیزه اما شیرینه. واقعا باعث تأسفه که با وجود جمهوری اسلامی کشور ما به این همه سختی و گرفتاری دچار شده. شب گذشته در مسابقات جام جهانی هندبال بانوان تیم ملی دختران ما که برای اولین بار با رفتن به جام جهانی تاریخ سازی کرده بودند با نروژ بهترین تیم هندبال جهان بازی کرد و با نتیجه 41-9 شکست خورد. ولی این شکست تلخ نبود. تلخی ماجرا چیز دیگری بود. این تیم بعد از اینکه تاریخ سازی کرد و برای اولین بار در تاریخ هندبال زنان ایران به جام جهانی رسید، هیچ بودجه‌ای بهش اختصاص نگرفت، حتی به اندازه برگزاری یک بازی تدارکاتی براش هزینه نشد. کل پاداشی که به دختران سرزمینم داده شد، طبق گفته‌های گزارشگر بازی مبلغ 15 میلیون تومان بود که این مبلغ حقیرانه بیشتر از این که پاداش باشه توهین بود به شخصیت دختران ایران و تحقیر. افتخار آفرینی دختران قهرمان سرزمینم طبق معمول هیچ پوشش خبری زنده‌ای از این حضور تاریخ ساز دختران ما توسط صدا و سیمای غیر ملی و ارگان‌های وابسته انجام نگرفت. در مقابل اما بخش فارسی صدای امریکا خوشبختانه قدم پیش گذاشت و امتیاز پخش بازی‌های دختران هندبالیستمون رو خرید تا دختران سرزمینم دیده بشن. بازی نکات غم‌انگیزی داشت. دختران ما آزادی عمل نداشتند، نیمی از انرژیشون صرف جلوگیری از عقب رفتن مقنعه‌هاشون میشد. با این حال سنگ تموم گذاشتند و علی‌رغم شکست با نتیجه سنگین تا دقیقه آخر قهرمانانه جنگیدند. بازی تموم شد. تیم نروژ مشغول شادی بود. هنوز بازیکنان در زمین بودند که از بلندگوی ورزشگاه بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. فاطمه خلیلی بهفر دروازه‌بان ایران. این در حالی بود که همه منتظر بودند تا بهترین بازیکن زمین از تیم فوق‌العاده قوی نروژ باشه. اما فاطمه خلیلی انتخاب شد و اون دختر مظلوم ایرانی نشست بر زمین اشک ریخت. هم تیمی های فاطمه هم با هم اشک ریختند. این اشک فاطمه نبود، اشک تمام مردم ایران بود، اشک دخترانی بود که اگر محدودیت های ایجاد شده نبود جایگاه خیلی خیلی بالاتری داشتند. بازیکنان نروژ که تا چند دقیقه قبل بی خیال دختران ما مشغول شادی در پیروزی خودشون بودند،
یک باره انگار متوجه شدن که با مظلوم ترین بانوان جهان بازی داشتند. مظلوم ترین اما شایسته ترین و قهرمان ترین ها. من دیدم که بانوان نروژ شادی پیروزی رو فراموش کردند و شروع به اشک ریختن کردند. اشک شوق یا شاید ترحم بر بازیکنان ما. تمام تماشاچی های ورزشگاه که اکثرا نروژی و اسپانیایی بودند ایستادند، تشویق کردند و اشک ریختند. تمام بازیکنان نروژ با چشم های خیس از اشک دختران ایران یعنی دختران ما حلقه زدند تا با این شیرزنان خسته از محدودیت های ملاها عکس یادگاری بگیرند. گزارشگر اشک ریخت، مهمانان برنامه اشک ریختند و من هم. واقعا وقتی که این مطلب که ارسال شده است، من خودم داشتم میخوندم، حالت بغض پیدا کردم و بسیار ناراحت کننده است که آدم میبینه هموطنانش با اون همه عشق و علاقه به ایران میجنگند، در مسابقات شرکت میکنند، اما با این محدودیت ها، با این گرفتاری ها برای نگه داشتن نام ایران در جهان تلاش میکنند. با امید پیروزی مردم ایران بر ظلم و نابودی ملاها. با سپاس از شما اگر دوست داشتید شیر کنید تا این خبر و این صحبت ها به گوش دیگران هم برسد. همراه شو عزیز، همراه